سلام، برابرکس یوتیوب، سوال اقتصادی هستم. امروز اومدیم با امیر حسین، یکی از بچه‌هایی که ویدیوی چطوری با آدم‌های معروف کانکشن بگیریم که لینکشو می‌ذارم جای کسی خواست بدن نگاه کنه، ویدیو نگاه کرد و همون راه استفاده کرد و با من کانکشن گرفت و الان تو ویدیو داریم هم زب می‌کنیم به همین راحتی. سلام بابه. حالا اول چیزی شما قبل از اینکه ویدیو زب کنیم صحبت می‌کردیم، شما چه به همبرگر صحبت می‌کردیم، بعد گفتش که آره مثلا همبرگر آشغال مکدونالد ولی مثلا تبلیغش خوبه ولی خودش چیزی نیستش. گفتم که انقدر حرفت اشتباهه اصلا نمیتونی بفهمی. حالا این موضوع خیلی جالبه، من احتمالاً 10-20% اشتباه میگم چون اعداد یادم نمیاد، ولی موضوع میفهمی. مکدونالد یه جای داره به اسم دانشگاه مکدونالد، خب که خودشون توش کار میکنن و چیز میز درست میکنن، چرکی مثلا عکس چرکی درست هم بهتره فلان و هرچی، و یه قسمت داره که اونجا غذا درست میکنن. بعد وقتی یه ساندویچ میخوان درست بکنن، مثلا فرض کن میخوان همبرگر جدید رو درست کنن، بهش میگیم همبرگر جی برای جدید. بعد این همبرگر جی رو میان 10 مدل متفاوت درستش میکنن، حالا با سس متفاوت بیشتر میپزنش، چربیشو بالا پایین میکنن، حرفا. بعد اینو میان میدن به 100 نفر آدم بخورن. میگن بگو از 1 تا 10 یا 1 تا 5 هر چند تا که درست میکنن چون یادم نمیاد، بگو کدومو دوست داری. بعد یه سری میگن 1، یه سری میگن 2، یه سری میگن 3، یه سری میگن 5، یه سری میگن 10، درسته؟ بعد اینا میان انقدر اونی که بیشتر همه مثلا نگاه میکنم میبینن شماره 3 همه بیشتر دوست داشتن، مثلا 30% شماره 3 رو دوست داشتن. بعد میان شماره 3 رو عوض میکنن، بهترش میکنن، دوباره پخش میکنن، یه مقداری رو انتخاب میکنن. انقدر این کارو میکنن تا تمام 100 نفر شماره 3 رو انتخاب کنن بدون که بدونن. برای خود من هم جدید بود، یعنی فکر نمی کردم. خیلی ها یه فکر مثلا پشت مثلا یه قرمه سبزی مثلا درست میکنه، مثلا دیدی غذا درست همه دوستان یکی آره. قرمه میزنه هنو میگه نه، این یه کاری کرده هیچ کسی نمیتونه قرمه بزنه. میگه آقا تا روزی که 100 نفر راضی نباشه ما این غذا نمیدیم بیرون، و اگه به 100 نرسه این غذا غذا نیست، چون نمیتونیم به غذا کنیم یکی بیاد دوست داشته باشه. خیلی پشیمونی تو زنگ مثلا مکدونالد یه ریسپکتی داره که نمیتونی باور کنی، یکی از خفن ترین کمپانی های دنیا هست. این از همه نظر، نظر جوری که داره کار میکنه، از نظری که فرانچایزی اصلا مکدونالد تونست به واقعیت برسونه. چون مشکل چی بود؟ وقتی میزدن فرانچایزی یارو رعایت نمیکرد. الان مثلا من بیام تو ایران آب میوه فلانو بگیرم، اگه یارو رئیس میگه 3 تا انار بریز، من 2.5 میریزم. چرا؟ که نیم استفاده کنم دیگه، نیم انار در هر اوردری جلو میفتم، ولی میرینم توی اون رسپی اون آدم اصلی که اینو سفارش درست کرده. مکدونالد اینو اجازه نمیده. مکدونالد میگه آقا اگر توی همبرگرت 3 خیارشور نبود من بیناموست میکنم. یعنی انقدر کنترل داره رو آدمی که زیرش داره، میگه 52,000 تومان 54,000 تا فکرم شدن 54,000 تومان شعبه داره. 54 تمام شعبه های مکدونالد اگه بری یه مقدار نمک ریخته شده روی سیب زمینیش، 47 ثانیه پخته شده سیب زمینیش، توی روغن 372 درجه پخته شده سیب زمینیش. میدونی این کنترل چقدر سخته؟ مادر جنوادی قرمه سبزی رو دو روز نمیتونه یکی درست کنه. واقعا میفهمی چی میگم؟ تو این یارو تو هر روز 8-9-10 غذا رو تمام دنیا یه جور درست میکنه، بعد تو هر کشوری غذای خودش رو درست میکنه. مثلا تو ترکیه دونر داره، تو چین نودل داره با برنج، ببخشید نودل داره با مرغ سوخالی، هر کشوری جزوی خودش درست میکنه. ولی اون نودله که درست کرده با اون منطق درست کرده که میگه آقا هر آدمه مال این کشور رو بیاری بخوره اینو دوست داره. آره خب دیگه چون ما 100-100 اینو انتخاب کردم، وقتی که 9 تا دیگه آپشن. ولی خب همون تو ترکیه هم همون دونر هست خیلی معروفه دیگه، ولی خب نمیدونم واقعا، ولی حال نمیده. مال مکدونالد خدایش حال نمیده. بریک
بری کف ولی بری برای کف خیابون مثلا خودت بگیری، یه نفر که بغل خیابون وایساده میزنه خیلی حالش بیشتره اینجوری. نه اون که 100%، اون آره که 100%، اون درسته. این در واقع برای من جالبه که میام ببینم تو مکان ترکیه چی هست که تو مال من نیست، و به خاطر این من هر سفری که میرم حتما یه بار مکدونالد میرم. این مارکتینگ قوی مکدونالده خیلی قویه. که میگه من واسه تو هر کشوری یه سورپرایز دارم، تو اگه اومد اینجا یه سر بزن حال ببین، این میکنه برای همیشه عوض میشه، آخه حالم میکنی چون ثابت نیست. جدیده، مثلا هر کشوری آره یه دیگه، غذایی داره و تو برات اولین بار تعجب میکنی، نمیدونی مزه خوبش چیه بدش چیه، میگه ای ول خفنه در هر حالت. خیلی جالبه. ولی آره یه غذاشو تو همه دنیا داره، بیگ مک رو تو همه جای دنیا داره، یعنی هر جای دنیا بری تو میتونی بیگ مک و فرایز و نوشابه یکی باشه، ولی اون اصلا نمیفهم کشور ولی از اون شده. یزید خالص ها، اون بیگ مک اینقدر کوچ، خیلی کوچیکه اصلا، کجاش بیگ مکه نمیفهم. قبلا هم اینکه بزرگ بوده، دلیلش هم به خاطر بزرگیش نیست، کسی که صاحب مکدونالد بوده اسمش مک بوده، بعد چون گنده بوده بهش میگفتن بیگ مک، لقب یارو بوده. به هم اومده برگر بعد ساندویچ درست میکنه خوشمزه است، به خاطر اوش مثلا مثلا من اسم من سهیل، اگه ساندویچ کنه اسمشون سهیل، اسم من اسم بیگ مک مثل میزن بیگ مک، یعنی اسم یارو نه به خاطر سایز ساندویچ. آخه ولی یه چیزی هم داره ها، طرفدار بیشتر داره ولی قیمتش هم باز بالاتره، ولی هیچ فرقی نکرده چیزی که داری میگیری، و اینش خیلی رو مخه اصلا نمیشینه، نمیدونم چرا. حالا یه داشتم یه ویدیو نگاه میکردم برای برعکسی که خارج از ایرانه، میگفت بیگ مک مثلا چه میدونم 6 تا داره، بعد میگفت اگر مک دبل رو سفارش بدی، بعد بگی به جای کچاپ و خردل توش سس بیگ مک بزنن و کاهو اضافه کنی، قیمتش میشه $2.50، یعنی 50% کمتر از بیگ مک، ولی همون بیگ مک میشه. پشمام چون همه چی شکیه، بعد نشسته رو لیست کرده نشسته تو بیگ مک اینو 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 داره، تو دبل دبل مکتبو اینا رو داره، فقط اینا میسینگه، تو اینا رو اضافه کنی اینا رو تکون بدی میشه چیز. یادم باشه یه بار رفتم چیز امتحان کنم ترکیه، جای رفتم من خدایی واسه مثلا یه 6 6 7 وقت میرفتم اگر دلم بیگ مک می‌خواست اونو می سفارش میدادم، ولی بعد از 6 7 ماه دیگه یادم رفت بعد چی شد، کم و زیاد می‌کردی، بی خیال شدم هم برگشتم به بیگ مک. کار مارکتینگ و سرویس نگاه کن چقدر آدم کونگو شد، چقدر با مغزت دارن کار میکنن، اصلا عجیبه. 50% سیوینگ واسه من که اصلا فامیلیم اقتصادیه، اصلا میدونی باید برم دیوونه خواب اینو بده با اون، فقط به جای بگم بیگ مک میخوام، بعد بگم مک دبل میخوام، سسشو عوض کن با بیگ مک، کاهو هم اضافه کن. من خود آدم گشادی ام، واضح نیستم هم چیکار کنم، این همونو بهم بده دیگه، همونو بگم دیگه، اساس باور نمیشه این همون دیگه. آره همونو بده بگم. حالا این راجبه اون خب. بعد یه سوال دیگه پرسیدی، داستان دوم چی بود؟ یه سهر یه چیزی داره میگه نمیدونم ساعتی $220 در ساعت، نمیدونم چه کاری دقیقا داری سهر، اینو به ما توضیح میدی داستانش چیه؟ آه الان قول میدم نه سوال هم فکر میکنم من به تو گفتم این سوال رو بپرسن. نه به خدا سوال اصلی، مرسی که چیزی که گفتم رو پرسیدی. شکرت. نه آخه دوست دارم خودم ببینم چیه، یعنی ببینم میتونم کمکی کنم، چون قاعدتا کیه که اپول بعدش بیاد. ببین من داستانش اینه که من چون بیزنس های متفاوتی داشتم و کار زیادی تو زندگی من انجام دادم و آدم های متفاوتی رو میشناسم و کار زیادی کردم و درس زیادی خوندم و تحقیقات زیادی کردم، یه جنبه خوبی از طرف دنیای بیزنسی رو میبینم که شاید یه نفری که جدیده یا حتی سنش هم بالاست نسبت به من نداشته باشه. بعد من خیلی از مردم هی چیز میگم که بیا کمک کن ما رو، به ما اینو بگو اونو بگو، بعد دیدم که فقط چرت و پرت میگن، یعنی مثلا نه که من فقط چرت و پرت میگن، من بیشتر به چرت و پرتا میرسم. چرا؟ چون من یه دوشنبه صبح بودم شام بیکارم، میام رو اینستاگرام نمی کی زد آقا من یه آیدیای خفن دارم میشه با من تماس بگیری، بعد به اون تماس میگرفتم، من میدم آیدیا چرت و پرت بود، بعد اتفاق زیاد میافتاد. بعد اومدم گفتم که آقا من ساعتی $300 کانادایی که میشه $220 میگیرم، اگه سوال چیز بیزنسی داریم بیا با من صحبت بکنیم. الان بال الان چند صد تا حالا مراجعه کننده داشتیم، یعنی 100 آردی رد کردیم، به 1000 آردی رسیدیم، این رقمی. بعد ازم به حضور دیدیم که یک نفر تا حالا شاکی نبوده، هر کسی که تموم شده بعدش مسیج زده که بهترین ساعت زندگیم بود، نمیدونم چقدر چیزی گفتم خیلی بهتر از اون چیزی فکر میکردم بود، باور نکردنی، خودم باور نمیشه تو این لول بگم. بعد ازم به حضور
سمبالترین کسی که ویدیو کانسالتشن گرفته 58 ساله، خفن ترین کسی که گرفته به نظر من یه یارو بود که دو تا دکترا داشت، بعد از من بزرگتر بود سنن، خیلی زندگی خوبی برخوش درست کرده بود. ولی میگم دیگه هر کسی رو تونستم کمک کنم و حتی یه چند هفته پیش به نصف جوره به گوگل تاک دعوت شدم که برم تو گوگل صحبت کنم. حالا تو پروسسش هستم انجام بشه، احتمالا باید تا آخر تابستون باشه انشالله بهتر کنی. آره واسه همین چون تو یعنی میگم کانسالتشن خیلی چیز جالبیه چون آدم ها رو خیلی کمک میکنم و میخوام یه سیستم جدیدی هم درست بکنم که یه سیستم درست کنم که پول نگیرم. یه نفر که بیزنس داره بیاد بیزنسش رو من پرزنت کنه، 10% بیزنسش رو بگیرم به شرط اینکه بیزنسش رو توی یک تا دو سال آینده دو برابر کنم. خوبه دیگه. مثلا تو میام آقا من چنم تخم مرغ فروشم، سالی هم دارم، ولی من مثلا یه سری مینیمم دارم دیگه. مثلا میگم مینیمم بک کمپانی مثلا ماهی 50,000 دلار رو بزنه تو رونیو، حالا سودش رو کاری ندارم. بعد من میام تو کمپانی تو فلان درصد بعضی که ریویو کنم یا آفر بیدم، من اینقدر 10%، 20%، 100%، 200% کمپانی تو رو قوی تر میکنم توی یک تا دو سال آینده، و اگر موفق شدم این کارو بکنم 10% کمپانی مال من. خوبه دیگه، برد دو سره، یعنی هم طرف آره چون اون داره اون خیلی داره بیشتر میبره. آره کمپانیش از 100 میشه 200، 20 تاشو میده به من. خیلی منطقیه خودش، چون میگم کار من سی او، کار من ریاسته. آره. بعد وقتی میتونی که همچون کمپانی، درسته که 10% کمپانی تو رو میگیری ولی رئیس تو میشی. یعنی اون اگه بگه ساختمون رو زرد کنی، من میگم نه سیاه باید سیاه بشه. یعنی قدرت رو از دست میده اون طرف. میشم من میشم سی او کمپانی واسه دو سال، بعد دو سالی میتونه ما رو بندازه بیرون. بگه آقا من نمیخوام تو سی او کمپانی باشی، برگردم خودم میگم اوکی. ولی خب 10% داری دیگه. 10% هم 20% داری. داره به اون پروفیت رسیده باشم یا نه. بعد ارزم به حضور یه سری هم یه سیستم دیگه دارم که 1500 میگیرم برای برعکسی که کانادا مخصوصا و آمریکا. بعد 3 ماه کردیت کارتشون رو ریویو میکنم، کردیت کارت و چکینگ اکانت و حساب بانکی و همه چیش رو نگاه میکنم. بعد برشون یه دونه اکسل درست میکنم، درآمدشون، خرجاشون، بدهکاریاشون، خرجای خوب، خرجای بد، همه چی برشون درست میکنم، بهشون میدم و بهشون میگم اگه چیزی که من میگم و دنبال کنن چه اتفاقی میفته. حالا برای هم پرسیدی یه مثال باید بزنم. با 3 روز پیش یا 4 روز پیش با یه خانومی همین کارو کردم. این خانوم به حرف خودش میگه من هر ماه آخر ماه پول ندارم، یعنی ما آخر ماه مثلا پولی نداریم که مثلا بخوام بذاریم کنار داشته باشیم مثلا چند 50 دلار، چیزی خاصی نه. من مثلا بعدش حساب کتاب کردم تمام خرجاشو انجام بده، همه کاری که میخواد بکنه رو بکنه و رسوندمش به اینکه ماهی 600 دلار بتونه سیوینگ انجام بده و 3 تا کار گفتم که انجام بده که یه ماه وقت داره. گفتم اگه 3 تا کار انجام بده تا توی ماه، پول سیوینگش از 600 دلار میرسه به 4000 دلار و این پولو اگه بذاره تو پس انداز وقتی که 65 سالش بشه 7 میلیون دلار پول خواهد داشت. یعنی کسی که میگه من آخر ما پول ندارم میتونه توی 25 سال به یه میلیونر خوب تبدیل بشه. ایلیه پشمام ریخت جدی. این کاری که من میکنم واقعا عالی. و حالا یه چیزی تو موضوعی که میخواستم بگم، این خانمه گفتی مثلا ته ماهی چی نداره ها، میخواستم هم موضوع اصلی که داریم وسطاش همین داستان اینا رو هم بگم، یعنی چرا همچین میشن، چی میشه، داستانشون چیه، اینا رو دوست داشتم بگم جلوتر. یعنی چی نفهمیدم؟ مال خودت یعنی بگی؟ نه نه هم مثلا خیلی ها هستن داستانشون نیست، اصلا چیز اصلی این بود. خیلی ها هستن مثلا پا میشن یو ول میکنن همه اینجا رو، اینجا مثلا همه چی داره، یو میره اونجا بعدی به صفر میخوره. شما باید دیده باشید چون خودت اونجا بودید، خیلی ها اینجوری هن. یو به صفر میخورن. آها فهمیدم. آها این موضوع پادکستی که شما پیک کردی درسته؟ آره شما آره. موضوع اینه که واسه کسایی که
ایران وضعشون خوبه، پا میشن میان خارج از ایران، بعد به پی سی آره میخورن. آره چون خودم هم تجربهش کردم دیگه، یکی دوباری به صفر زیاد رسیدم. ببین منم زیاد دیدم خب، و من چون میگم با اینو حرف میزنم با آدم های اینجوری، به نظر من هر کسی میاد با من کانسالتیشن میگه واقعا آدم باهوشیه، چون که من اگه دوزدم باشم میام به تو تجربه همو به تو میدم، تو نمیتونی ضرر کنی با این. حالا دیگه حالا تجربه، همین که تو داری میگی، حالا اتفاقا یه سری بیشتر آدم دوست هستن داشتم. میاد اینجا 20,000 دلار 30,000 دلار به خوش میاره، بعد از 1 سال 6 ماه تموم میشه و برمیگرده ایران. آره اون آدم اگه 300 دلار میداد به من براش یه ستاپی درست میکردم که چیکار کنه چیکار نکنه، گولی چیو بخوره گولی چیو نخوره، زندگیشو چه خیلی ستاپ بکنه و با اون پول کجا اینوست بکنه واسه اینکه یه چیزی شروع بشه تو دنیاش. آخه خیلی خیلی اشتباه خودشون احساس میکنم. حالا فکر کنم به خاطر که جا نیفتاده، یا مثلا دیدی تو ایران اینجوریه، میشینی تو جمع خانوادگی مثلا طرف میگه ای ول خارج بودی برو اونجا پورخته، ولی واقعا همچین نیست. یعنی مخصوصا اونایی که بدون هیچی میرن، یعنی رفیقای خود من بودن بدون هیچی رفتن، اصلا به وضع داغونی رسیدن که نمیخوام بگم چون میدونم میبینه. من یه خورده میخوام باهات مخالفت کنم توی اون قسمتی که میگی اون انگار اون ور ریخته، اینجا ریخته خب واقعا ریخته، ولی باسن و قدرت مغزی بالایی میخواد. من نوعی خودم مثال میزنم، وقتی اومدم اینجا ایرانی خیلی کم بود 25 سال پیش خب، یعنی تو اگه مثلا میرفتی بیرون پیتزا دلیوری میکردی توی روز اگه 100 تا پیتزا میبردی شاید یکیش ایرانی میشد، شاید معمولا هم نبود که من مثلا اسمان میخوندم اگه اسم یارو بود مثلا آرمان، من میره میدادم به رفیقم بگم من نمیخوام برم در خونه ایرانی دوست نداشتم. ولی پوینت من چیه، وقتی من اومدم ایرانی نبود، با این حال من رفتم پیتزا دلیوری کردم و مامان من از ایران زنگ میزد گریه میکرد که آقا چقدر پول در میاری تو این پیتزا دلیوری، بگو من دو برابر این پولو به تو میدم بشین تو خونه، من دوست ندارم پسر من پیتزا دلیوری کنه. که من میگفتم تو دیوانه ای، تو باید خدات بشه و من میخوام برم یاد بگیرم بیزنس یعنی چی، تو این کشور پول دروردن یعنی چی. خب اکثر آدما چیز منطقی مغز منو ندارن، یعنی خودشون آردی مامان من بیلتین توشونه، یعنی خودش وقتی داره میره بیرون میگه خاک بر سرم نها کن پسر فلانی داره میره پیتزا خواهر، ما ایران نشسته بودیم برای اون پیتزا میبودم بیرون آره آره کیپ هم میدادیم. میدونی مردم اینجوری میان زندگی نگاه میکنن و این باعث میشه که چیز بشن به قول معروف کاری که باید انجام بدن انجام ندن. اما یه رفیق دارم خود وکیلی بیکار شده، بعد میگه آقا من میخوام بیام تو یوتیوب و این هم فرق. گفتم ببین تو الان بهترین کار اینه که همین شروع کنی، بگی آقا من کار میکردم از کار بیکار شدم، حالا میخوام هر روز بگم میخوام چیکار کنم تا به کار برسم دوباره، بعد نشون بدی اینجا کار میکنی اونجا کار میکنی داری چجوری میکنی و همین پروسس باعث میشه تو یوتیوب موفق بشی و حتی زندگیت. آره دیگه خیلی زندگیشون با یوتیوب چرخید. گفت من رام روم نمیشه، من یهو یه نفر رو ببینم تو چیز توی که بچه های مثلا ایران من رو ببینن فکر کنن اینجا چه خبره. آه. یعنی به خاطر دروغی که به مثلا محسن گفته تو تجریش دیگه یارو اینجا سر کار نمیره، میفهمی چی میگم؟ آره آره. یا مثلا باشم با یکی دیگه صحبت میکردم چند روز پیشا 2017-18-19 تو اون رنجا آمده بود کانادا، من بهش میگم که ماشین خریده بود، یه ماشین خریده بود، بهش میگم برای چی ماشین خریدی مایی فلان، هم یه خب گرون که نیستش، مثلا رفتم یه دونه تویوتا خریدم، رفتم مثلا یه ماشین خفن بگیرم. که گفتم ببین تو یه ماشین دست دوم لازم داشتی که اینجا مثلا واسه بین 2000 دلار تا 7000 دلار میتونی بخری، مثلا اینفینیتی جی 37 که ماشین خفنیه و اینا، الان مثلا میتونی بخریش برای مثلا 7000 دلار، روز اول 90000 دلار بوده، یعنی مثلا 8 سال پیش 9 سال پیش، ماشین خوبیه کونت هم گرم میکنه نمیدونم همه چی آپشن داره، این باور نمیشه چند خفنه. آره حداقل ماشین ایران خیلی بهتره واقعا، هنو پرای داره اصلا از ما خیلی ماشین خفنه، خیلی ماشین اینجا خیلی خفن داره. آره اونجا که 100%. بعد رفتی ماشین خریدی داری ماهی 700 دلار پول میدی، اب ایران رسیدی، خب تو نمیدونی چقدر تاثیر داره
تو زندگی؟ گفت چیز نیست، من یه 700 دلاره. گفتم خیلی خوب، بذار یه حساب کتاب بکنم. چند سال تو؟ گفت انقدر. گفتم چند سال پیمنت ماشین داری؟ گفتم نه 6 سال 7 سال. گفتم خیلی خوب، 7 سال ماهی 700 دلار اگه میذاشتی تو حساب بانکی که من بهت میگم، بعد از 7 سالم دیگه پول نذاشتی، 65 سالگی 1,000,000 نمیدونم چقدر میشد، 1,800,000 دلار پول میشد. خیلی میشد دیگه. گفتم اگر با عقل من میرفتی جلو، هم روزی که از ایران رسید بود پات اینجا با من یک کانسالتیشن میگرفتی، یه ساعت دو ساعت با من حرف میزدی، الان 2,000,000 دلار تقریبا پول داشتی. راه تو رو رفتیم جلو، الان یه دونه تویوتا 6 ساله داریم که قدیمیه، به قول خودم گفتی دنبال ماشین جدید دیگه حال نمیده. آخه بازم دوباره هزینه است، یه ماشین جدید بخره باز دوباره ببره تو هزینه. علی اصلا دو به بخورم تو بعضی من داد کم سرش کو بخورم دیگه. اتفاق منم یه همچین چیزی داشتم. من سال اولی که رفتم هم مثلا ترکیه و اینا، مثلا 20,000 تو مثلا نقد فقط دست من بود. بعد اصلا سر بی فکری و اینا کلا اصلا معلوم نبود چجور خرج شد، نمیدونم سر اشغال بود، سر نمیدونم برو این ور برو این کارو کن، یهو میره. بعد تازه بعدش میفهمی که او من 20,000 تا مثلا به کار دادم. یه دونه الان اینو گفتی چون دقیقا عدش جوری، من یه صحنه یادم اومد خیلی برام جالبه. من به بابام زنگ زدم وقتی بیزنسم خورد زمین و بی‌نامون شدم، یه 6-7 گذشته بود، به بابام زنگ زدم، بابام گفت چه کاری نمی‌کنی؟ گفتم که هم حوصله ندارم همین که پول شروع ندارم. گفت آیدیای داری؟ گفتم آره، الان خیلی وقت خوبیه لامپ LED بیاری، برای اینکه تکنولوژی LED ضعیف بود، به این لامپ معمولی نمیرسید. از اون سالی که داشتیم با هم تلفن حرف می‌زدیم، از اون سال رسیده بود. گفتم امسال اولین سالیه که LED رسید به لامپ معمولی، مثلا این مردم شروع می‌کنن عوض کردن، بازارش گرم میشه دیگه تو لحظه، بازارش گرم میشه. گفتم الان من میخوام اینو انجام بدم. گفت چقدر پول لازم داری واسه این بیزنس شروع کنی؟ گفتم 20,000 دلار. گفت با 20,000 این کارو میکنی؟ گفتم خب آره من همچین بلدم، من فقط پول جنسو بدم. بعد گفتش که اوکی من بهت 20 میدم. فردا صبح 20,000 دلار ریخت به حساب من. آقا من بلند شدم رفتم چین، سفر کردم چین و لامپ دیدم و کارخونه دیدم و فلان و بسار. اوه شت. یه دقیقه باید فیوز پرید. آره فیوز پرید بکن. سوئن اقتصادی.